میدونی زمان استفاده از حشره کش در گلخونه چه موقع است؟ تو این ویدیو همراه من باش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته نکاتی رو راجع به کمبود نیتروژن در گلخونه با هم مرور کردیم. امروز میخوام زمان استفاده از حشره کش در گلخونه رو با هم مرور کنیم. قبل اینکه ادامه ای ویدیو رو ببینی حتما این پست رو سیو کن، لایک کن، برای همکارات به اشتراک بذار و اگر از اکسپلور اومدی خوشحال میشم پیج ما رو فالو کنی تا ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندید. همونطور که میدونید حشره کش انتخاب شده باید در زمان مناسب به کار بره. این مسئله یکی از دشوارترین کارهایی که گلخونه دارا با اون مواجهن. تعیین بهترین زمان برای به کار بردن کنترل شیمیایی کار بسیار پویا و مفصلیه. عدم تیمار آفات در زمان مناسب و یا هلوهوش اون یکی از دلایل عمده عدم موفقیت در مدیریت آفاته. گلخونه دارا باید به طور منظم و کامل محصولات رو بررسی کنن تا بدین ترتیب از وجود حشرات و نیز افزایش تعدادشون آگاهی پیدا کنن. گلخونه دارا باید از آفات، رفتار اونها و تواناییشون در تخریب محصولات آشنا باشن. گلخونه دارا باید از تعداد حشراتی که یک آستانه اقتصادی یا اقداماتی رو تشکیل میدن آگاه باشن. همچنین گلخونه دارا باید از بیولوژی آفات اطلاع داشته باشند تا بدین ترتیب در استفاده از آفت کش ها ضعیفترین و یا آسیب پذیرترین مرحله آفت از لحاظ رشدی و یا جثه رو هدف گیری کنند. به طور کلی بهتره حشره کش ها رو در اواخر بعد از ظهر و یا ساعات عصر که دمای هوا رو به کاهش هست به کار ببریم. در نتیجه این امکان فراهم میشه که قبل از تهویه کردن ناحیه سرپوشی شده برای شروع کار کارگران، آفات در طول حد اکثر زمان ممکن در معرض آفت کش قرار گرفته باشن. علاوه بر این بسیاری از حشرات در شب فعالیت بیشتری دارن. در وسط روز که دمای هوا بالاست، خطر گیاه‌سوزی به هنگام کاربرد حشره کش ها بیشتر است. با این همه گزارش شده است که با اسپری زدن در ساعات ابتدایی صبح بهتر میتوان کنه ها رو کنترل کرد. به عنوان یک قاعده کلی حشره کش ها و یا کنه کش ها را باید به هنگامی که دمای هوا پایین است به کار ببریم. هنگامی که گیاهان در شرایط شوک آبی هستند نباید حشره کش استفاده کنیم. دوستان عزیز ممنون که به این ویدیو توجه کردین، امیدوارم که مفید باشه براتون. در ویدیو روز آینده میخوام مشکلات افزایش گوگر در گلخونه رو با هم مرور کنیم. خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت بذارید و با لایکاتون به من انرژی بدین. ممنون از توجه شما.